در جلسه قبل ما یاد گرفتیم که چطور بین نرم افزار ادوبی ادیشن و پریمیر ارتباط به وجود میاد و چطور میتونن با هم تعامل داشته باشن. توی این جلسه میخوایم راجع به فیلم ها و یا کلیپ های صحبت کنیم که صدای اونها مشکل داره. یعنی فایل صوتی که روی اون فیلم گذاشتن و یا حالا صداش کمه یا اینکه لیپسینگ به هم خورده ای داره و یا اینکه توش اکو وجود داره و یا هر چیز دیگه. اول من اینا رو باید وارد فضای مالتی ترک کنم. اسمش رو میذارم میوزیک 1. خب میتونم تغییرات رو توش اعمال کنم و اوکی رو بزنم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم من میام ویدیوی خودم رو اینجا قرار میدم و فایل صوتیم رو هم اینجا قرار میدم. دوباره همون پیغام رو داره به من میده که فایل صوتی شما سمپل ریتش متفاوت. آیا شما میخوای من اون رو تبدیل کنم؟ من هم میگم اوکی، بله اون رو تبدیل کن. اگر من این رو پلی کنم شما میبینید که صداش خیلی اولین که ضعیفه. لیپسینگشون یکم متفاوته. یعنی چی لیپسینگ؟ یعنی اینکه زمانی که خواننده شما صحبت میکنه صداش با صورتش هماهنگ نیست. مثلا شما توی سالونی هستین که دارین سخنرانی میکنین، زمانی که شما با اون دوربین دارین اون صدا رو ضبط میکنین علاوه بر صدای گوینده و یا خواننده یه سری صدای دیگه هم ضبط میشه و صدای نامناسبیه، مثلا صدای پایینیه، اینکه اکو دیلی مناسبی نداره یا هر چیز دیگه. شما میتونین یه میکروفون بذارین و صدای مناسب اون رو هم داشته باشین. شما اینجا میبینید که من یک فیلم با یک صدای نامناسب دارم. خب من رفتم در واقع صدای مناسب این فیلم رو هم پیدا کردم، یک صدایی که مناسب این فیلمه. دوباره به حالت مالتی ترک برمیگردم و این صدای مناسبش رو هم اینجا میذارم. دوباره میگه که فایل شما باید تبدیل بشه. خب من این کارو میکنم، اوکی میذارم و میگم فایل رو تبدیل کن. میبینید که چقدر تفاوت وجود داره توی این دوتا. خب اگر من این رو سولو کنم ببینید خیلی با هم دیگه متفاوتن و همین که صدای من بیشتر هم هست و همین که مشکل لیپسینگ رو نداره. پس من الان یه فیلم دارم با یک صدای مناسب و یک صدای نامناسب. اینجا من چیکار میتونم انجام بدم برای اینکه حالا مشکل لیپسینگ و مشکل داشتن اکو اشتباه اینا برطرف شد و یه صدای مناسب داشته باشم؟ اولین کاری که میکنم که این ستا رو با هم میگیرم. زمانی که اینها رو انتخاب کردم قسمت کلیپ میرم، اتوماتیک اسپیچ الاینمنت رو انتخاب میکنم. یه پیغام میاد میگه که شما میخواین این کار رو انجام بدین، حافظه زیادی از شما رو پر میکنه، بهتره اون قطعاتی که شما انتخاب میکنین کمتر از 2 دقیقه باشن. آیا شما موافقین با این فضای زیادی اشغال میکنه اون رو انتخاب کنی؟ من میگم که اوکی، آره من موافقم، این کار رو انجام بده. یه کادر محاوره‌ای برای من باز میشه و اونجا فایل های رفرنس خودتون رو شما میبینید. این که اولی مال فایل رفرنس اولیتونه، مال خود کلیپ هست. شما انتخاب میکنید که کانالتون کدوم باشه، لفت باشه، رایت باشه. دومی هم اون یکی فایل صوتی دومیه که من وارد کردم. زمانی که من این رو انتخاب کنم دوم به طور پیش‌فرض انتخاب میشه، به خاطر اینکه من اینجا 2 تا فایل صوتی دارم. اگه بیشتر باشه باز حالا توضیحش فرق میکنه، ولی در نهایت باید همچین کاری انجام بدیم. ببینید شما اگر این رو انتخاب کنید، قسمت الاینمنت رو انتخاب کنید، 3 تا گزینه داره. یکی تای تست، یکی بالانس و یکی اسم تست. تایتس سعی میکنه بهترین لیپسینگ رو داشته باشه، ولی بعضی وقتا باعث میشه که اصلا کار شما طبیعی نباشه. اسموتس سعی میکنه که خیلی کارتون رو طبیعی در بیاره و این هم خب باعث میشه که بعضی وقتا واقعا کاری که شما میخواین، اون کار تمیزی که شما میخواین در نیاد. بالانس بهترین حالت رو داره که شما میتونین انتخاب کنین. رفرنس کلیپ از نویزلی رو باید حتما داشته باشین چون نویز داره، باید برطرف بشه. گزینه بعدی هم تیکش رو میزنیم. یک سوالی ممکنه برای شما پیش بیاد، شما میگین که چرا بیان همچین کار بکنیم، چرا مستقیما همین فایل بد رو پاک نکنیم و این رو جایگزین کنیم، چرا همچین کار رو نکردم من؟ شما باید اینو در نظر بگیرید که احتمال این که لیپسینگ شما به هم بخوره وجود داره الان، ولی با این کاری که من کردم و حالا رفتن به الاینمنت من میتونم تنظیمات خودم رو انجام بدم و بعد از اینکه تنظیمات خودم رو انجام دادم یک فایل صوتی مطمئنی رو داشته باشم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم من اوکی رو میزنم. همونطور که به من گفته بود یک پروسه زمانی طول میکشه به خاطر اینکه حجم زیادی رو اشغال میکنه. یه نکته ای که وجود داره، من الان 2 تا فایل صوتی دارم و اونم این 2 تا رو داره با هم ترکیب میکنه. ممکنه که
فایل های رفرنس شما بیشتر باشه و فایل هایی که داریم بهش اضافه میکنیم و با کیفیت تر هستن رو هم بیشتر باشن. در این صورت ما باید چی کار کنیم؟ ببینید در این صورت ما باید تمامی فایل هایی که مربوط به رفرنس هست رو وارد یه فایل کنیم و تمامی فایل هایی که میخواد بهتر باشه و یا باشون ترکیب بشه رو توی یک فایل دیگه جایگزین کنیم. بعد از اینکه این کار رو ما انجام دادیم، دوباره همین کاری که من انجام دادم رو انجام میدیم، توی کادر محاوره‌ای وارد میشیم، اون فایل صوتی که مال رفرنس بود رو همه رو ترکیبی یه جا میذاریم و فایل صوتی که اومدیم که کار بهتر باشه رو اون رو توی قسمت دیگه میذاریم. این مقدار پروسس من طول میکشه به خاطر اینکه 5 دقیقه است و از 2 دقیقه بیشتر میزان حجمی که اشغال میکنه خیلی زیاده. الان زمانی که این پروسس حالا تموم شد و فایل صوتی من رو شما ببینید، متوجه تغییرات میشین، اینکه چقدر کیفیت کار ما تغییر کرده. ببینید اینجا برای من فایل جدید ایجاد کرد با پسوند الایتمنت. اگر من این رو بیام سولو بزنم و پلی کنم، میبینید که مشکلاتش برطرف شده و صداش چقدر خوب شده. ببینید با استفاده از این کار ما هم میتونیم لیپسینگ رو برطرف کنیم، هم میتونیم اگر توی فایل های صوتی مثلا یکیش بیشتر بود یکیش کمتر بود، اکو داشت، دیلی نامناسبی داشت، تمام اینها رو برای ما درست میکنیم. خب ببینید که صدا و تصویر ما با همدیگه هماهنگ شدن. من میتونم ازش خروجی بگیرم. برای خروجی گرفتنم همون کاری که همیشه انجام میدیم، روی فایل میرم، اکسپورت رو میزنم، مالتی ترک میکس داون رو میزنم و اینترای سشن. نامی که میخوام رو براش انتخاب میکنم. خب من این رو میوزیک گذاشتم، مثلا میوزیک وان، و از نظر من همه چیزش اوکی، ولی اگه خواستین میتونید تغییرات رو توی این اعمال کنید. این کادر محاوره زیاد با هم مرور کردیم، یه نام داره، لوکیشن داره، فرمت هاش رو میتونید تغییر بدین، سمپل تایپش رو میتونید تغییر بدین و هر چیزی که به نظرتون باعث میشه که کیفیت کارتون رو بالا ببره رو شما میتونید تغییر بدین و یه تنظیمات بهتری داشته باشید. من اوکی رو میزنم و از این هم ما خروجی میگیریم. پس تا اینجا ما یاد گرفتیم که چطور میتونیم فایل های ویدیویی خودمون رو صداش رو کیفیتش رو بالا ببریم. در جلسه بعد من میخوام شما رو با محیط دیگه‌ای به جز مونو استریو آشنا کنم.